تبلت واقعا خوش قیمت داریم تو محدوده 5 تا 6 میلیون تومان، گلکسی تب A7 لایت سامسونگ با 32 گیگ رام و 3 گیگ رم رنگ سیلور. بریم برای آنباکس. گلکسی تب A7 لایت با ضمانت آباندگی از منظور اتاقابی در خدمتتون هستیم. این کاور جالبه، تا حالا این کاور رو ندیده بودم. خب ببینیم تو جعبه چی داریم، بعد دوباره میایم سراغ تبلت. اینجا دیوایدری که خب کارت گارانتی، سوزن سیم کارت، چون این تبلت سیم کارت خوره، نسخه وای فایش نیست، نسخه سیم کارت خوره، و شارژر معمول سامسونگ ها که در جریان باشیم که این شارژر و این کابل شارژ بسیار روتینه تو محصولات سامسونگ، که البته این کابل شارژ تایپ سی بالاخره گذاشتن توی تبلتاشون تا مدت ها از USB میکرو استفاده میکردم. خب خدا رو شد، شارژری که اینجا داریم شارژر 15 واته که باتری 5100 میلی آمپر ساعته. این تبلت رو هلوش یه ساعت و نیم تا 50 دقیقه، حالا بستگی به کاربریتون داره، میتونه شارژ بکنه. یعنی این که شما زمانی که میخواید شارژش بکنی بستگی داره در حال کار کردن باشه، وای فای روشن باشه یا نه مینیموم کار کرد باشه. anyway بریم سراغ خود تبلت و طراحیشو، که خب طراحیش واقعا جالبه. بدنه با کیفیتی داره با رنگ نقره‌ای، خب made in China SM-T225N سامسونگ الکترونیک. مثل بقیه تبلت ها خب همچین ساخته نشد برای دوربین، خب یه دونه دوربین داره و فکر میکنم برای کاربری روزمره‌مون کافی باشه. anyway بیشتر این تبلت برای کاربری آموزشی استفاده میشه با 32 گیگ رام و 3 گیگ رم. اول از همه این قسمت صفحه نمایش مات نقره‌ایه که جذاب، اثر انگوش خیلی نیمونه روش، یعنی آینه‌ای نیست خوشبختانه. خب صفحه نمایش بزرگی که اینجا داریم روشن کنیم ببینیم کیفیت صفحه نمایش چیه. خب صفحه نمایشی که ما اینجا داریم یه صفحه نمایش 8 اینچ TFTه که خب کیفیت 800p نمیشم انتظاری داشت تو محدوده 5 تا 6 میلیون تومان صفحه نمایش آمولد، اولد یا حتی IPS داشته باشیم. TFT خب به هر حال درست صفحه نمایش قدیمیه، ولی برای کاربری اقتصادی یا آموزشی که تو این محدوده قیمت منطقیه که از این صفحه نمایش استفاده بشه. حالا روشن کنیم ببینیم کیفیت صفحه نمایش چطوره، مثل TFT قدیمیه یا نه.
کیفیت رو تونسته افزایش بده سامسونگ. یعنی ستاپش کنیم، ستاپ اولیه رو انجام دادیم. خب همونطوری که انتظار میده صفحه نمایشش همچین بدم نیست. واقعیتش توی این محدوده قیمت من انتظار بیش از این از این صفحه نمایش نداشتم تا حالا. اون صفحه نمایش 8.7K 800p با رزولوشن با پی پی آی 214 تا به نظر منطقیه، چون عموما این تبلت برای کاربری آموزشی استفاده میشه، برای درس بچه ها 32 گیگرام و 3 گیگرام انتظاری هم نمیشه ازش داشت که کاربری دیگه ای داشته باشه. anyway گلکسی تب A7 لایت با صفحه نمایش 8.7 اینچ TFT که من اونطوری که انتظار داشتم مثل TFT قدیمی نیست. خیلی TFT قدیمی، حالا شاید خیلی چون من باهاشو کار کردم از زوایای مختلف خیلی نمیشد به صفحه نمایش نگاه کنید، چون کلا صفحه نمایش مشکی میشد. الان تو این مدل خیلی خوبه، یعنی اصلا نمیشه تو نگاه اول بیشتر شبیه آی پی اس های نسل اول تا تی اف تی های مدرن و امروزی. خب بریم بالا ببینیم نور صفحه نمایش چطوره. نور خوبه انصافا، نورش میزانش منطقیه، نه خیلی بالاه نه خیلی پایینه. اینطوری که حالا ما توی تستامون اندازه گرفتیم این تبلت هلوهش 200 نیته در واقع نورش، چیزی که حالا ما با سنسور ما اندازه گرفتیم 200 نیت رو تونستیم ثبت بکنیم براش. خب بریم ببینیم سیستم عاملش. این تبلت با اندروید 11 اومده، وانیوهای 3.1، اما ظاهرن پلن شده برای اندروید 13. نکته اصلی این در واقع تبلت سی پی یو یا چیپست هلیو P22T. خب اگه سری چیپست هلیو رو بشناسید از مدیاتک میدونید که سری هلیو سریه که حالا سری جیش گیمینگه و سری پی برای کاربری روزمره و آموزش، اینا واقعا عالیه. چیزی که حالا تو گوشی ها و دیوایس های مختلف مطالعه تست کردیم خیلی خوب بود. سرعت پاسخگویی صفحه نمایش هم انصافا خوبه، من اصلا انتظار نداشتم خودم چنین پاسخگویی صفحه نمایشی داشته باشه. اینم البته به خاطر وانیوهای سامسونگ بهترین یوزر اینترفیس اندرویده، واقعا کاربریش عالیه، پاسخگوییش خیلی خوبه نسبت به فرامینی که به سیستم عامل در واقع میدیم، کاربریش عالیه. دوربینه هم که داره، خب حالا یه نگاهی به دوربینش هم بندازیم. خب تبلت انتظار همچین دوربینه خیلی خفنی هم نمیره و همین اتفاق هم افتاده. حالا خیلی دوربینه در واقع پرچم‌داری نداره، یه دوربینه معمولیه که خوبه، 8 مگاپیکسل اتوفوکوس هم داره. برای یه دانش آموزی که بخواد استفاده روزمره آموزشی بکنه به نظرم گزینه معقولیه. ببینیم سلفیش چطوره. خب سلفیش هم پروتوفوکس داره که خوبه. ببینیم بین ویدیو رو با چه کیفیتی میتونیم. خب فول اچ دی 30 فریم داریم و اچ دی 30 فریم داریم، فقط دو کیفیت داریم. خب من انتظار بیش از اینم نداشتم. 16:9 میتونه بگیره فولش. ببینیم خب فولی مدار بزرگتر از 16:9 میشه، 1:1 هم میگیره که مربع میشه در واقع، که همون 16:9 تقریبا جذاب تره. خب این از دوربین. کاربری سیستم عامل هم انصافا خوبه، خیلی سریع دارم کار میکنم. از هلیو P22T انتظار بیش از اینم نمیره، انقدرم اوکیه به نظرم.
خوب داره کار میکنه. یه سری حالا وان یو آی نکته جالبش هست، بحث سیسامل که شد بگم، وان یو آی خیلی نرم افزار پیشورز نداره مثل شیائومی که 40 تا نرم افزار پیشورز روی سیستم عاملش داره. اینا کلا همین یه نصف صفحه است که اینا که نرم افزار گوگل روش نصبه، اینا که نرم افزار مایکروسافت، به هر حال همکار سامسونگ، اینا هم نرم افزار خود سامسونگ، تمام شد دیگه، همین چند تا دونه برای سامسونگ. خب تو محدوده 5 تا 6 میلیون تومان با باتری 5100 میلی آمپر ساعت و شارژر 15 وات و صفحه نمایش 8.7 اینچ 32 گیگرام و 3 گیگرام شما تو با این کانفیگ شاید گوشی هم نتونی پیدا کنی، ولی خب تبلت به نظر من با ارزش خرید بالایی داره، مخصوصا برای کاربری های آموزشی. میگم آموزشی به خاطر اینکه این دوتا اسپیکر استریو هم داره، خوشبختانه این دیگه با 5-6 میلیون تومان دیگه سامسونگ تمام توانش رو گذاشته، برعکس گوشی هاش که اصلا تو قیمت های مختلف نمیتونه به پای شیائومی و برندهای دیگه برسه. تو تبلت تقریبا برندهای دیگه حرفی برای گفتن ندارن، پرچمدار دنیا فعلا سامسونگه. خب در خدمتتون هستیم تو مجموعه اتاق آبی، مرسی.